بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. ای کسانی که ایمان آورده اید، چیز را بر خدا و رسولش مقدم نشمرید و پیشین مگیرید و تقوای الهی پیشه کنید که خداوند شنوا و داناست. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اي كسانی که ایمان آوردگید، صدای خود را فراتر از صدای پیامبر نکنید و در برابر او بلند سخن مگویید و داد و فریاد نزنید، آنگونه که بعض از شما در برابر بعض بلند صدا می کنند، مبادا اعمال شما نابود گردد در حالی که نمی دانید. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. آنها که صدای خود را نزد رسول خدا کوتاه می کنند همان کسانی هستند که خداوند دلهایشان را برای تقوا خالص نموده و برای آنان آمرزش و پاداش عظیم است. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. ولی کسانی که تو را از پشت حجره ها بلند صدا می زنند بیشترشان نمی فهمند. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. اگر آنها صبر می‌کردند تا خود به سراغشان آیی برای آنان بهتر بود و خداوند آمرزنده و رحیم است. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اي کسانی که ایمان آوردید، اگر شخص فاسق خبر برای شما بیاورد در باره آن تحقیق کنید، مبادا به گروه از روی نادانی آسیب برسانید و از کرده خود پشیمان شوید. و اعلموا ان فیکم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وبدانی رسول خدا در میان شماست، هرگاه در بسیاری از کارها از شما اطاعت کند به مشقت خواهید افتاد، ولی خداوند ایمان را محبوب به شما قرار داده و آن را در دلهایتان زینت بخشیده و به عکس کفر و فسق و گناه را منفودتان قرار داده است. کسانی که دارای این صفاتند هدایت یافتگانند. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. و این برای شما به عنوان فضل و نعمت از سوی خداست و خداوند دانا و حکیم است. و این طائفتان من المؤمنین قتتلوا فأصلحوا بینهما
فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. وهرگاه تو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آنها را آشتی دهید و اگر یکی از آن دو بر دیگر تجاوز کند با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا باز گردد. و هرگاه باز گشت و زمینه صلح فراهم شد، در میان آن دو به عدالت صلح برقرار سازید و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت پیشگان را دوست می دارد. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون. مؤمنان برادر یک دیگرند، پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهید و تقوای الهی پیشه کنید، باشد که مشمول رحمت او شوید. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أي كسانك إيمان آورده، نباید گروه از مردان شما گروه دیگر را مسخره کنند، شاید آنها از اینها بهتر باشند و نه زنان زنان دیگر را، شاید آنان بهتر از اینان باشند و یک دیگر را مورد طعن و عیب جویی قرار ندهید و با القاب زشت و ناپسند یک دیگر را یاد نکنید. بسیار بد است که بر کس پس از ایمان نام کافر آمیز بگذارید و آنها که توبه نکنند ظالم و ستمگرند. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أي کسانی که ایمان آوردید از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعض از گمانها گناه است و هرگز در کار دیگران تجسس نکنید و هیچ یک از شما دیگر را غیبت نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ با یقین همه شما از این امر کراهت دارید. تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أي مردان، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یک دیگر را بشناسید. اینها ملاک امتیاز نیست،
گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. خداوند دانا و آگاه است. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. عرب های بادیه نشین گفتند ایمان آورده اید، بگو شما ایمان نیاورده اید ولی بگویید اسلام آورده اید، اما هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید چیز از پاداش کارهای شما را فروگذار نمی کند. خداوند آمرزنده مهربان است. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. مؤمنان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند، سپس هرگز شک و تردید به خود راه نداده و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کرده اند، آنها راست گویانند. قل اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله بكل شيء عليم. بگو آیا خدا را از ایمان خود با خبر می سازید؟ او تمام آنچرا در آسمان ها و زمین است می داند و خداوند از همه چیز آگاه است. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. آنها بر تو منت می نهند که اسلام آوردند، بگو اسلام آوردن خود را بر من منت نگذارید، بلکه خداوند بر شما منت می نهد که شما را به سوی ایمان هدایت کرده است اگر در ادعای ایمان راستگو هستی. ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون. خداوند غیب آسمان ها و زمین را میداند و نسبت به آنچه انجام میدهید بیناست.